منافی سال نو رو شاد باش میگم به همه پرسنل و همچنین هموطنان. امیدوارم که سال بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشن. اول از همه سالی باشه که به دور از هر نوع ویروس به خصوص کرونا. من پگاه خراسانی پور هستم، پرسنل بخش آی سی یو جنرال بیمارستان رازی اهواز. در مورد این مدتی که گذشت بر ما، این یک سال و اندی، خب روزهای بسیار بسیار سختی بودن، روزهای خیلی تلخ زیاد داشتیم. الان روز عید، تحویل سال شده، من شیفت صبح بودم ولی هنوز توی بخش حضور دارم. خیلی از همکارهای دیگه هم به همین نحو هستن. اکثر ما خیلی دیرتر از اون زمانی که تایم کاریمون تمام میشه ناچار میشیم توی بخش بمونیم. به هر حال خب پرسنل اکثرا بیمار شدن، خسته، ناتوان. خیلی از مردم این انتظار داشتیم که با ما همکاری کنن که حداقل یه تایم رستی برای پرسنل باشه، پرسنل بتونن تجدید قوا کنن و همچنین بتونیم زودتر از کرونا خلاص بشیم، ولی که خب به هر حال یه مقدار کم لطفی ها بودش. خب متاسفانه این بیماری خیلی بیرحمه، خیلی زیاد. و یکی از دردناکترین لحظه های این بخش زمانی بود که پدر یکی از همکارای اینجا فوت شدن و خودشون توی شیفت بودن و هیچ وقت از ذهن هیچ کدوم از ما پاک نمیشه، هیچ وقت. من پرستار ICU 7 بیمارستان رازی اهواز هستم. اول اینکه عید و به همه هممیهنانم، به همه عزیزانم تبریک میگم. ایشالله که سال خوب پر از موفقیتی داشته باشن. سالی که گذشت واقعا سال سختی برای ما پرستارا بود، سالی پر از گریه ها و ناراحتی ها، سالی پر از خنده ها و شادی ها. سالی که گذشت کرونا واقعا به ما سخت گذروند. بیمارایی رو داشتیم که من خودم هنوز به شخص یادم هستم و تو ذهنم میگذرم که انتظار مرگشون رو اصلا نداشتم. بیمار 35 ساله‌ای که 3 تا فرزند داشت، یا مادری که دخترش هر روز سراغش رو از من میگرفت و یک روز مجبور شدم خبر مرگش رو بهش بدم. من هنوز اینا تو ذهنم هستن، هیچ وقت یادم نمیره. ولی در کنار اینا روزای خوبی رو هم داشتیم، زمانی که بیمارامون با خنده از این بخش مرخص می‌شدن، می‌رفتن و 2 هفته بعد می‌اومدن با جعبه شیرینی یا با تست منفی کرونایی که می‌آوردن و تشکر می‌کردن از اینکه توی اون بخش چه رسیدگی‌هایی بهشون می‌شد. من خدیجه دلفی هستم، پرستار بخش جراحی. قطعا توی سال، یک سالی که گذشت، بیشک میتونیم بگیم که این سخت‌ترین سال کاریمون هست که بر کادر درمان گذشته. چون ما توی این سال شاهد مرگ بسیاری از دوستان بودیم و برای ما بسیار دردناک بوده این سال، ولی با خوبی و بدیاش خدا رو شکر گذشته. ولی بازم توی این سال شاهد سلامتی یافتن بسیاری از دوستان هستیم. بنده خالد سیلاوی هستم، کمک بهیار بخش ICU 5. اولا میخوام یه تبریک سال نوی رو بگم، سالی که برای همه هموطنامون خالی از کرونا باشه، خالی از عذاب باشه و از این ویروس منحوس واقعا راهی پیدا کنیم. خیلی برای ما کادر درمان سخته، هم وطنای خودمون بیان اینجا و اذیت بشن. خیلی ها اومدن اینجا خوب شدن و خیلی ها متاسفانه برای یه سری بی احتیاطی هایی که شده اومد اینجا و واقعا از بین رفتن.
میخوام امسال مردم با هماهنگی با یک دلی شدن بتونیم این پیک آخر رو بگذرونیم، بتونیم با واکسیناسیونی که میشه زندگی همدیگه رو نجات بدیم. ما کادر درمان هم از نظر روحی روانی و هم از نظر جسمانی واقعا معذبیم. مریض میاد اینجا، یک آدمی میاد که فکر میکنه طبیعیه، یه خورده تنگی نفس داره، ولی کم کم بیماری سخت میشه. با همین ما باش ارتباط برقرار میکنیم، نه به عنوان مریض، به عنوان یک هموطن، به عنوان یک دوست. خیلی سخته بعد چند وقت بریم بالا سرش مثلا اینو شروع کنیم احیا کردن، یا شروع کنیم مثلا عملیات سی پی آر انجام دادن. خیلی بانمای که کمک بهیار هم و بچه های همکارای خودم که همکارای پرستاری هستن خیلی سنگینه. خیلی وقتا بالا سر مریض شروع کردیم گریه کردن.